بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شما هممیهنان گرامی و دوستداران ورزش فوتبال، ورزشگاهی که امروز در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر میزبان این مسابقه است. باز هم فرصت برای استرالیا، یه ضربه دیگه که باز هم عابدزاده است که توپ رو به کورنر هدایت می‌کنه. در ادامه بازی قطعا تیم استرالیا نظر روانی افت خواهد کرد. یه فرصت برای تیم استرالیا، باز هم در آستانه ورود توپ به دروازه است که خط دفاعی تیم ایران توپ رو برمیگردونه. باز هم تیم زردپوش استرالیا به سمت دروازه ایران حمله میکنه. سعدابی اونجا هست. یه فرصت یاران استرالیا، حالا میخواد پاس به عقب بده. عابدزاده یک دستی توپ رو مهار میکنه و کار قشنگی میکنه که باعث افزایش روحی تیم ایران خواهد شد. خداداد به دنبال توپ. لازاریدیس. سعدابی به استقبالش میاد. لازاریدیس میخواد اون رو جا بگذاره. خب میفرسته رو دروازه. عابدزاده هست رو دروازه. باز هم یه فرصت از روی خط دروازه که پاشازاده با ضربه سر توپ رو به کورنر میفرسته. این بار بلند به تیر دوم، جایی که ویدوکا و ویدمار هستن. ویدمار صاحب توپ در مقابل نعیم سعدابی. یه فرصت خوب و تیر حالا کریم باقری، علی دایی، باز هم خداداد، یه لحظه دیگه خداداد عزیزی جا میذاره بازیکن حریف رو. حالا خداداد عزیزی یه لحظه فرصت برای یه بازیکن از تیم ایران که مهدوی کیا باشه و دروازه تیم استرالیا. لازاریدیس، هریکیون، یه ضربه جناه چپ باز هم توسط استان لازاریدیس که 50 دقیقه این کار رو میکنه و هنوز هیچ تدبیری برای خونسا کردن حرکات رو اندیشیده نشده. خب حالا در تهران نشان داده شد که چگونه اخلاق انسانی و اسلامی تماشاگران عزیزمون در ورزشگاه آزادی در مقابل چشمان تماشاگران به منصه ظهور رسید و حالا اینجا همون مسائلی که استرالیایی ها به ما نسبت میادن رو میبینیم که خودشون انجام میدن و با حرکاتی واقعا غیر انسانی در زمین ورزشگاه مسائل بسیار ضد اخلاقی ایجاد کرد. اشاره میکنه کمک داور که ضربه رو بزنید تا بعد تعویض بشه. حالا فرصت که عابدزاده با دو کنگوشتان خودش توپ رو دور میکنه و حالا شاید که تعویض انجام بشه. به حالا یه فرصت برای آن استرالیا میگذره از صد بازی کنه ما. فرصت برای استرالیا، ضربه رو هم میزنه یار شماره 9 ویدوکا. فرار هریکیول از خط آفساید ایران. هریکیول میتونه یه پاس بده، این کار رو هم انجام میده. ضربه به موقعی زد. خداداد مهدوی کیا به دفاع میزنه. حالا فرصت برای مهدی مهدوی کیا. ضربش رو هم میزنه مهدوی کیا. یه پاس به بیرون، کار رو تمام میکنه. دایی باز هم به سمت دروازه استرالیا. یک لحظه دیگه یه فرصت برای تیم ایران. اونجا هست و دروازه. حالا توی دروازه کریم باقری هست و دروازه استرالیا که باز میشه. بله گل، گل برای ایران. تا به حال ما هیچ حرکت زشتی از بچهای خودمون در زمین ندیدیم. بنده تو این چند روزی هم که اینجا بودم شاهد بودم که بچه‌ها با تمامی نزد، با تمامی اتحاد خودشون در همه جا حاضر بودن، اما واقعا استرالیایی ها ناجوان مردانه همه شرایط رو برای شکست تیم ایران رقم زدن که حالا توپ رو میزنه. کریم باقری، دایی یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران. خداداد عزیزی باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. ایران 2 استرالیا 2. خیلی زیبا بود کار. آفرین بچه ها، آفرین.
غزال تیز پای فوتبال ماست. نگاه کنید یک بار دیگه صحنه رو ببینید، همون کاری که بارها باید انجام میشد و کمی دیر انجام شد، اما به هر حال نتیجه رو 2-2 مساوی کرد. مارک بوسنیچ مغموم و مقهور حرکت زیبای خدا داده عزیزی است. پاس به عقب، یک ضربه، یک فرصت و باز هم عابدزاده هست و توپی که مهار میکنه. عابدزاده هست و بله مهارتو پس عابدزاده. چیز این تلاش رو پاسخ نخواهد داد به جز محبتی که همیشه مردم نسبت به این بچه ها ابراز کردن. بچه ها حتما صحبت میکنن که وقت بازی رو تمام بکنه ساندورفورد. عابدزاده میزنه و پایان مسابقه و رفتن تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال. تبریک میگم به همه شما همیهنان عزیزم و شمایی که همینک خوشحال هستید. بنده واقعا نمیتونم صحبت میکنم. همتان عزیز، امیدوارم که این پیروزی و این موفقیت به همه شما مبارک بوده.